نبودیم آلمان جکی جان شدی؟ لقد کش کردن آقا چقدر این فیلم راشاور خوبه سلام سلام فراد پیکی بلایندرز رو تو به من گفته بودی؟ شروع کردی؟ کامل دیدی؟ تاتش یه قسمت شدیدم دوست داریم قوی بود اشیه معلومه قویه ایمان جوری که سریال میبینه مثلا سیزن هفته خوبش هم نمید واقعا من هر روز خوشم نه اون جوری که شما تعریف میکنید من نگرفتم اصلا چیز سوپرانوس سوپرانوس ولی خب نصف رفتارات این تونی شدی شما ایز گو نگرفت جمله هاشو حفظ کرده دیدی لحظه ورود پیکی بلایندر چجوری با اصل خیلی خوب با حال من همه خوشم اومد اما که دیگه چی شد نه. آلو من یه قسمتی نه امید. تو واقعیت نه نه خب تو واقعیت اه 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 نه خب می‌خواستم بعدا بفهمی فوت شد اه اه خدا ورزش یه دقیقه سکوت <laughs> اون که پولی خب چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ در میکنم اصلا رو اومدی گفتم خواب سوپرانوز رو دیدم نه بگو برام خواب دیدم سوپرانوز رو میز نشسته بود این سپرانوز شست. خود سپرانوز. تونی تونی, تونی. تون. بود بعد من توی خواب در نقش کریستوفر بودم کریسی <تصفح> بعد تو خواب خیلی گستاخ شده بودم خب رفتم زدم رو دست تونی اوخ. مثلا دست مثلا انگشتش یه چیزی شد خب بعد همه دیگه اونجا چیز کرده و جفت کرده بودن که چیکار کرده اینا بعد جفت کرده, دو کرده دو. بعد تونی اون انگشتی که من زده بودم داد یک ب... یکی گفت اینو بشکن اونو شکون بعد گفت بیا بابا مچ بنداز <تصفحه> 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 سریالا ادامه داده جو. بعد ادامه ترس وجود بعد گرفته بود که تونی میخواد پال نمه <تصفحه> آره بعد ولی دیگه عوض شد دوست شدیم ولی خیلی من تو نقش یکی دیگه وارد خواب شده بودم جالب بود خوابایی که تو میبینی خیلی اخیرا جا افکت داره جالبه نه, نه؟ خیلی جالبه مجرون عملی لیلی خوابی که دیشب دیدم منم خوب بود تعریف کردم براتون بگو برامون خواب دیدم که آره خونه بود. دوستمون ایمان اون ایمانی که ایران الان بودیم ایمان تو حمام بود ما رفتیم تو خونه چون قدیم هم همینطوری میرفتیم تو خونه خودش <laughs> بعد فرهاد و فرزاد مجیدی مهموناش بودن <laughs> بعض تو همون داد میزد برای اینا چی ماس موسیر ببر میدونی <laughs> <laughs> که چیز بعیدی نیست <laughs> نه میتونم تصور يعني... بکنم خواب... بعد اینا هم ناراحت بودن دربی و باختم معلومو دو تا برادر داشتن با هم حرف میزدن و خیلی جالب بود چون ایمانم استقلالیه یعنی همه چی میخورد به هم چه مغزه دارید چه خبر دیگه هفته گذشته کار عجیبی نکردی از ماشینم بگم برات شاید برای خیلی جالب باشه بگو جالب باشه احسان... مهم نباشه حالا از خودم مهمه ماشین خب اصولا وقتی روغنش رو عوض می‌کنی میگن هزار اینا میتونید باش برید هزار کیلومتر من الان از اون هزار تا هزار کیلومتر رفتم و دیروز آره دیروز شروع کرد لوه مار زدن و همینطور روغن موتور کمه روغن موتور کمه به وقتی که مثلا تو باز زمانی دو دقیقه یه بار میگه واقعا کمه یعنی هیچی نمونده ترش بعد بعد از ظهر بود و دیگه از که من رفتم این هیچ جمع باز نبود که من بتونم به کسی نشون, نشون بدم موتور و اینا رو آها موتور آره بعد احتمال بر زی... بعد رفتم خوندم یعنی میدونستم از قبل ولی همیشه منتظری مط... منتظر بودم اتفاق میفته نمیفته اینا این مدل ماشین من از 2007 تا 2011 12 اش این مشکل رو داشته که سوراخ میشه مخزن روغنش و به روغن سوزی میفته اصلا کار افتضاحی حالا فکر کنم این تا هفته دیگه بهتون میگم که چه سوراخی بوده, بوده ولی الان روغن ریختی سرش نه نریختم چون نه. نه. ایران همه همیشه یه چارلیتی ایرانول عقب داشتن خوش بود آره نون مثلا 3.5 تو نیم لیتر میمون که سر چیز راحت هرجا بریزن <applause> <applause> هم باید میمون هزار فهمیدی که باتریش چش بود که خوابون خوابون و اینو بگیم اینو بگیم, بگیم. بگیم. آره بگیم. بگیم. دیگه بگیم. اون روزی که روز سوم از اون سه روز دو روز سه روز که اونجا بودیم صبحش ما زودتر اومدیم من فرزاد بعد آروم هم بودیم که مثلا ایماینا اینا بیدار نشن استارت ماشین رو زدیم دیدیم ماشین میگه ته 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 ت جاده اصلا به هیچ سرات مستقیم نبود یه جای تنگم بود اونجا توی تو همون... تو, تو همون آره تو, همون اصلا بی در پیکن یه جایی ت... بعدم گذاشته بودم که ماشین من بغل دستت بود هم ماشین تو بود این ورش هم که اینقدر درخ درخ بود این فرزاد اومد و اومد ماشینشو جا داد و شروع کردیم به احیاء ماشین رامون انداخت آه، چیز آره جام کردیم همه دونی بیادی چه افتادم شب قبلش که داشتیم آقای گاسو صحبت میکردیم با ایمان. ایمایه رو برگشت گفت تو ماشینه چه راق روشنه بعد تو گفتی نه این رفلکشنه آره. نه روشنه نبود اون رفلکشن خیلی آره. قوی بود خیل. خیل. آره دیگه اون ماشین روشن شد و آقا فرداش کف شهر منم کلی کار این ورون ور. هر جا میرسیدم این سیما دستم یه کمک به من بدید خب ماشین رو روشن بشتید. خیلی روشن بود اون روز من یک و یک و نصفی باک هدر دادم چون همش ماشین روشن ولی سه جا که نیاز داشتم خاموش کنم ماشین خاموش شد دیگه باتری دیگه موقعی که بنزین با... با آره با باتری عوض رو عوض آره باتری عوض باید باتری دد دد مرده مرده تو پمپ بنزین رفتم وایس ماشین رو چیز روشن مونده بود و اینا یارو دوید اومد بیرون خاموشش کن خاموشش کن گفتم باشه ولی اگه روشن نشد یه خودتون چیز کنیم و روشن نشد خود پمپ بنزینی چیز بردن اه؟ برد. دیگه ماشین, ماشین تو خرج ماشین خرج یه بخشی بسازین برای ماشین فرهاد تو آره ماشین فرهاد هفته یه چیزه یه سگمنت چیز اضافه میکنم پلیلیست اضافه میکنم ماشین <تصفح> فرهاد فرهاد کار این از هفته من خیلی هم عالی من هفته ای که گذشت دو تا آفت زدی آره کار یه دونه جوش زدی دو تا جوش سر میکیش رفت خب اون ما ندیدیم آره ام... همین خیلی هم دوست دارم خودمو رو میخوام بذارم توی معذوریتی که ویدیو درست بکنم از اون قبل که یادتون بیاد هم اوایل میگفتم میخوام مستند بگیرم و اینا الان دارم سعی میکنم که مثلا یا شبا شروع کنم یه کارهایی انجام بدم و آره میخوام سعی کنم هفته یه دونه ویدیو مثلا همینطوری برای خودم درست بکنم ببینم به کجا میرسه ویدیو هم کار داره یعنی هفته یه ویدیو آره نه واقعا سخته زیاد یعنی بعد اینطوری باشه که مثلا من نشستم نوشتم حالا از بقیه کمک گرفتم که مثلا چه کارایی میشه کرد که ارزش ویدیو گرفتن داشته باشه مثلا چه جاهایی میشه رفت تو این کرونا که همه جا بسته است مثلا یه جایی که خیلی دوستش هم برم یادتون میاد یه دفعه با قایق رفتیم یه جا آبشاره آره پیتلیک پیت 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 اون اون قایق درست میگم دیگه اونجا که تو آب نیومد پیتلیک پیت, لیک. پیت یا پیت پیت لیک تو اسش اونقدر نیستم تو این لحظه آپوستروف <تصفح> <تصفح> بیاید پدر بوردینگ هم خوب میتونی فیلم بگیری گوپرو رو بزن اینجا قایق گفت خیلی قایق بیفتار. چه نمیزش اون یه توت فرنگی پرت کردی ارگانیک لوبمار مثلا آره مثلا اون اون بس خیلی دوست داشتم دوباره بریم آره اون جای اون جایی که رنت میده بس است آخ خودمون میتونیم قایق بخریم از بیرون رنت کنیم کجا بذاریم ببریم رو ماشین رو ماشین ایمان میذاریم نمیشه رو ماشین ایمان بودجتون چقدر واسه خرید یعنی از امم دیگه جونم براتون میگم آره منم فعلا درگیر اینم میخوام یه ذره فعالتر بشم تو حوزه تولید محتوا ولی خب من... ایمان خیلی باله همینجوری مثلا سرش شروع خوب. بره هی هم چیزهای جدید اضافه میکنم به بشخابش من قشنگ برعکسم من هی دوست دارم خلوت کنم دوست دارم مثلا کنم یه کنی. ذره تایم چه من تو روز همینجوری بشینم فکر کنم تونی بار به دیوار نگاه آره نه من سرم شروع نباشه دیمن ها سراغم اذیت میشم دیمن داری؟ دیمنه چی؟ ستل کرده دیمنه؟ نه نه همون ستل نکرده دیمن چی؟ دیمن به ما بگید تو دیدی مگه اون سریال نه ولی کلا میدونی با خانسته آره میدونم خانسته سریال بگید یکم اصلا جوروگه میگه که من ورکت نکنم دیمن ها سراغم شروع میکنم کار عجیب کردن منم همینه اگر که سرم شروع نباشه دیمن ها میان سراغم سلام من تا ساعت مثلا چهار و پنج که سر کارم بعد میام خونه مثلا ویدیو خودکست دو روزشو رو دارم ادیت کنم براشم که مستقیم استریم دیگه یعنی کل روزم اینطوری بلاک بندی شده برام دو دو تا مثلا سه کلاب هاوس خواهم گوش میدم و برم خواهم میدم عذیت میشه یعنی بدن کلافه است کارون توجه کردی مثلا هرچنگا یه راجع به خواب واسه میفرست اوه خواب خیلی واجبه اسم سریاله هیز دارک ماتریالز هیز دارک ها هیز دارک برادکستر دنیا هم نماوا به علاوه بر ماشین فرها کریو و فرهاد هم باید یه پلی لیست فرهاد باید یه پلی لیست خوش داشته آره ولی اونجا یه دنیایی وجود داره که انسان ها هر کدومشون یه دیمن دارن کنار خودشون یه موجودیه بعد این موجوده تا سن 18 سالگی اون آدمه یا 16 سالگیش میتونه عوض شه یه روز پرنده میتونه باشه میتونه موش بشه ای عوض میشه ولی توی دوال 16 یا 18 دیمنه ستل میکنه یه موجود مشخص میشه و تا عبد همون میمونه و این دیمنه خیلی لازمه مثل روح اونه مثلا دیمنه این آره. دیمنه رو بکشن اون آدمه میمیره ده. یا دیمنه رو اذیت کنم اونم اذیت میشه دست در دست هم دسته دسته. آره. کارون تمام کردی پادکست اینا رو نه. اینا که مثلا میدونی فرزاد نیست مثلا فرهاد اینا نیست <applause> نه هفته پیش بکنم یکی دوتا گوش دادم من تمومش کردم امروز هم خونه تمیز کنم گوش میدم خیلی خوب ببینید همه بوش بریم بوش بوش سراغ اپیزودمون نه نه میشه یه نکته بگی ما بعد تولد تو اپیزود رفتیم نه, نه همین دیگه, <applause> دیگه> میشه یه نکته بگم بفهم آقا ما این تولد ایمانو که میخواستیم سورپرایزش بکنیم و اینا بعد که صحبت کردیم. گفتش که من بو برده بودم من مطمئن بودم گوش بده <تصفح> مطمئن بودم و اینا من براش هم خونه رو تمیز کردم اصولا همه اینو میگن تو اومدی تو این خونه من... این خونه مثلا نه. دیروز نه نه گوش بده نه, دیروز نه, نه, دیروز نه, نه که اومدی نمیگم نکرده بودی, بودی. نه, نه, بودی. نه اونو که دیننگ اونو که انکار نمیکنه اصولا من همه سورپرایز میشم هم میگم بو برده بود که اگه من سورپرایز شم و بو هم ببرم نمیگم بر بقیه زحمت کش. حالا این کاری نداره. بعد میگم تو از چی بو برده بودی چی دیدی که بو بودی؟ آقا ساعت چهار بعد از ظهر به من تکست داده C-H-O-P-P-A چاپا یا هنگی بود مثلا سال پیش اینا میگفت گفت ایز چاپا ایز توینی تو مثل مسخره از ما اینو میگیم هی به همه اینو بعد خیلی رندومه دیگه خیلی رندومه بعد گفت چون جواب اونو ندادی من فکر <applause> که داری برات <applause> نه نه من نه چون که من قبلش کلی با هم صحبت کردیم فلان و اینا بهش گفتم آره من الان میخوام این چورتی بزنم اگه نخوابیدم به تکس میزنم مثلا ورزون بازی ورزون <applause> بازی <applause> کنیم بعد بزنم چاپا دیگه جواب نداد تا شب که بیاد تا شب که بیاد من مطمئن بودم که داری کاری میکنه <applause> مطمئن آدمی که از چاپا اینو بفهمه ببین بزرگت کردم <تص> میشناسمت مثل موم تو دستامی شستی با بازی هنوز نه <الélik> <الélik> <ams üç> میفهممت بزن دکمه ما رو تا بدتر نشده بچه روان شدن کرونا این سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزانم مامان سلام سلام امروز اپیزود 284 ماست و برگشتیم با اپیزود کارون چطوری ایزم؟ قربتان از جورابا تا به تا افکت آره اپیزود پیش فهمیدم من اپیزود پیش فهمیدم چیزی نگفتم ولی میدونی چی نظرمو جلب کرد؟ فکر کردم اون پشتش خیلی توسی میزد گفتم شاید اینو جدید شستن اون کسیفه ولی دیگه الان کسیف اگه باشه که مدلشه به تا ده رنگ داره چه خبر خویید؟ خوشید, خوشید، سلامتید عالی الان احساس کنم یه ذره خونه گرم شده من گرمای عجیبی اومده گرم. گرم شما زربا قلب چفته پا دربان میدونی که قلب من تون میزنه می دیدید که میخواد آروم بزنه اندازم گرفت ولی گرفتیم نشون میداد که تون میزنه یه برنج خوبی زیر مشامم خدا رو شکر خدا رو شکر برای بچه ها چون که خدا شکر ماه مهمانی خدا که تمام شد دیگه برای بچه ها شد مهمانی بنده خدا, خدا سلام برنج گذاشتم که دقار شیرازی ها میگن کمشون رو با برنج پر بکنن کم میشه شکم؟ آره شکم رو بخوام با برنج پر بکنم زیباست اینو بهتون میگم یه دفعه خب من اصولی که بودم چند تا از دوستان بودن آریان هم یکی از اون بچه ها بود که با هم دیگه هنگ می‌کردیم زیاد و اینا با مثلا ای که یه روز من که خب بچه‌ها نمی‌تونستان میان خونه من ولی خب مثلا من مامانم غذا درست می‌کرد من می‌وردم براشون غذا خونگی بخورن مثلا هر هم اونا غذا درست می‌کردن مثلا من رو دعوت می‌کردن اینا یه دفعه غذا آریان درست کرد بعد خب خیلی گوشت و اینا توش کم بود ما خیلی اذیتش کردیم کلی مثلا خندیم بهش اینا تجربه مشو هم داریم بعد یه دفعه, یه دفعه دیگه چیز کرد یه رفت دیگه زنگ زد گفت قیمه درست کردم گفتم باشه عالی و اینا شما گوشت بردید نه ببین رفتیم اونجا ببین درصد گوشت به لپه به اندازه هر دونه لپه چهار تا کنجه گوشت گذاشته بود اونجا چهار تا کنجه چی هست کنجه کنجه میگن اما تیکه گوشت خورشتی مثلا خب نه اگه میگن که تا یاد اون جوکی افتادم طرف دوست دخترشو برد کافی شاپ گفت بریم بالا میخواستم بگن دنج اشتباه چیز دیگه گفتم بعد چیز خلاصه ببین اونجا تمام کسایی که اونجا بودیم با نقرس اومدیم بیرون صد درصد خدا شکر یه قسم اصلا آره در مهمه چون قبلی نداشته میان به کل خورش بعد خورشه یه سنگین شده بود از مقدار گوشتی همونو که اون تو همون واقعا بچه ها خوابیدن آره خیلی خیلی جذاب و اون آهنگ هم از پس همون در اومد آهنگ شب <تص> آره خلاص خواستم اینو بهتون بگم امروز گوش زیاد نداریم در جای باش عادت داریم اشکال نداره نه به خاطر تو نه به خاطر فهمیدن عادت داریم به خاطر بقیه به هر خاطری باشه به هر خاطری باشه به بقیه این درست بشکنه یه دونه پر میخواستی یه دونه نداشت یه دونه مرغ این فقط یه دونه نخود فرنگی داشت اونم نباید می امان, امان. آره. خدا رو شک بگو اینم چی داری برامون اون آره من قبل اینکه شروع کنم یه مطلبی که ذهنم رو به خودش اختصاص داد قبل اینکه این, این اپیزود بنویسم و با شما مطرح میکنم گفتم خالی از لطف نیست مطرح کردنش قبل اینکه شروع کنم حالا نوشتن و اصلا فکر کنم که راجب چی میخوام می این هفته صحبت کنم داشتم فکر میکردم که یه ویژگی جالبی از حالا کاری که ما میکنیم همین اپیزودهایی که راجبش بهش صحبت میکنیم تو خودکست رو به ذهنم اومد یه ویژگی که قبلا خیلی بهش توجه نکردم و اون چی بود حالا هر کدوم از ماها هر کاری که انجام بدیم توی زندگی حرفه ایمون هر چه قدم که کارمون رو دوست داشته باشیم یه بخشی از اون کارهایی که انجام میدیم خیلی باب میلمون نیست بالاخره تو یه جو باید یه ریپورتی بنویسی نمیدونم پای مشتری سر کله بزنی بس. و این کاملا مستقل از اینه که تو چقدر به کارت علاقه داری اگه هم. علاقه نداری که اصلا بحث شده است. ولی هم. حتی اگه علاقه هم داشته باشی بالاخره یه بخشی از اون کار یه بخشی از وظایف حالا هفتگی هست که احتمالا خیلی بهش علاقه نداری بعد و حالا اگه شما توی شرکتی چیزی هم کار کنید یه مقدار انتظار میره که شما تحت یه چارچوب خاصی عمل کنید مثلا شما رو میگن که برید توی فلان پروژه کار کنید احتمالا خیلی نمیتونی انتخاب کنی تو کدوم پروژه و حتی اگه بتونی اون کار رو بکنی یعنی انتخاب کنی باز خیلی شاید دست خودت نباشه که چه بخشی از اون پروژه رو مثلا به تو بدن میدونی یعنی تا یه حد خوبی اختیار عمل و ابتکار رو احتمالا از شما میگیرن محدودتون میکنن که تحت یه چارچوب خاصی عمل کنیم ولی دقیقا این قضیه توی حالا پادکستی که ما داریم برعکس اینجا ما آزادی عمل کامل داریم یعنی طول هفته هر کدوم مراجعه هر چیزی که بخواد میتونه بیاد صحبت کنه ما از حالا موضوعات تکنولوژی راج بیت کوین و اینا صحبت کردیم بعد موضوعات روانشناسی جامعه شناسی جامع نه خاطرات مدرسه گفتیم خاطرات مدرسه گفتیم ما دغدغه زندگی زمانی حالا داشتم به معنای زندگی فکر میکردم اومدم راج به اون حرف زدم آخرش گفتم نه تو اون سلسله اپیزودایی که راج معنای زندگی بود مثلا اپیزود آخرش خیلی بیشتر مد نظرم بود این خیلی جالب بود برام و تا حالا هم بهش توجه نکرده بودم مم. که اینجا کاملا ابتکار عمل رو داریم و هیچ چیزی اجباری نیست همه اینا دقیقا به خواست خودمونه من هر وری دوست داشته باشم میتونم اپیزود رو ببرم این, خیلی جالب بود اصلا قبلش... هر وری؟ البته الان نه دیگه الان میتونیم هر وری بخوایم ببرم نه حالا بقول یارو یه وقته باید باعت... بقوله <laughs> اگه یه ذره دیپلماسی رو فدای میدان کنیم تا حدی ما میتونیم که هرچی که دلتنگمون اندم آره ایران بریم ساشه دیگه نمیذاره ساشه زمانت رو آره تا یه حدی دستمون بازه هرچی دل تنگمون بخواد میتونیم بگیم و این خیلی خوبه من خیلی خوشحالم و قدر این موقعیت رو میدونم که این شرایط رو ما داریم که هر هفته بیام راجع به موضوعات صحبت کنیم بقیه با ما حرف بزنن آره دیگه دلتون بس آره ما قدر تو رو میدونیم آره اپیزود من چش. تو فکرمه <تصحيح> <تصحيح> زیاد بشم از بس کرده ببین یه دونه فاما بود که شما برداشتید بگو اگه هر چی هست بگو من نرم یه تصمیم مهم نیست یعنی لازم نیست مثلا یه ماه دو ماه روش بکنی توی یه هفته تصمیم می‌گیری یا یه اپیزود میگی میری وقتی یه کار هی نکنی هی نسبت بهش چیز میشی سخت میتونی بهش ورود کنی دخول کنی متوجه بله. درست نمی نمیزن خب بله. نمیخواستی بگی <تصفح> چی؟ فرزا نه احساس کردم میخواستی <تصفح> جنریت بکنه زیادم کامفتبه نود باش برو اومد نسیه رو به نقد تبدیل آره این حالا این یه مقدمه بود چون قبل اینکه میگم دنبال موضوع بگردم و به اپیزود فکر کنم این به ذهن هم رسید گفتم شاید بعد نباشه بگم ولی این امروز میخوام راجع به یه مفهوم روانشناسی صحبت کنیم به اسم حالا خارجی میگن میس of of یعنی اینکه اه... حالا یه ذره تعریفشو بگیم arousal یا فارسی بهش میگن انگیختگی خیلی قشنگم هست یه وضعیت روانی و فیزیولوژیکیه که ما توی یه حالت هوشیاری قرار میگیریم خب این شرایط میتونه توی زمین های مختلف بروز بده و حالا معمولا شما ممکنه حالا عرق کنی زربان قلبتون بره بالا تنفستون سریع بشه ولی به صورت کلی بدن توی یه وضعیتی قرار میگیره که آماده است یه پاسخی به یه محرک حالا بیرونی یا هر چیزی که هست رو بده اینو توی روانشناسی حالا بهش میگن ارهاس خب این میتونه گونه مختلف داشته باشه انگیختگی خب انگیختم کردی آره مثلا وقتی که شما استرس امتحان دارید یا استرس اجرا دارید ممکنه نم عرق کنید زربان قلبتون بره بالا اینا همش باعث میشه که شما تمام حواستون جمع اون اتفاق باشه آماده اید که یه پاسخ بدید یا چه بینم مثلا همین که شما به دیدار مجدد مطلوب زندگیتون مثلا فکر کنید دوباره ضربان قلبتون میره بالا ضربان قلب گرفتم. آره توی یه حالت خاصی قرار میگیره به اون میگن حالت انگیختگی توی روانشناسی میگن حالت انگیختگی حالا میس این میشه ارازل میس ارازل یعنی حالتیه که شما فکر میکنید که ریشه اون انگیختگی که داری توی اون لحظه یه منبعیه تو فکر شما یه منبعیه که در صورتی که در واقعیت اون منبع نیست در واقعیت دلیل اون انگیختگی شما یه چیز دیگه است و این باعث میشه که شما اون لحظه احساسات خودتون رو اشتباه تعبیر کنید خب مثلا مثالی که هست فرض کنید یه استاد دانشگاهه این هر روز صبح عادت داره قبل اینکه بره سر کلاس مثلا تدریس کنه قهوه بدون کافئین بگیره دیکف مثلا بگیره خب بعد بره سر کلاس حالا یه روز میره همون قهوه خونه ای که همیشه میگه کافی شاب اشتباهی قهوه کافئین دار به این میدن این قهوه رو میخوره میره سر کلاس و خب اون قهوه که خورده باعث میشه اون کافئین باعث میشه ضربان قلبش بالاتر از حالت عادی باشه نمیدونم دستاش به لرزه اون علائم و... آره اون علائم فیزیکی رو داره اما اون لحظه تعبیری که از شرایط داره تفسیری که میکنه اینه که خب وارد کلاسی شده که 800 نفر دانشجو مثلا نشستن توی اون سالن و این شرایط داره به اون استرس و اضطراب میده پس اون توی حالت استرس و اضطراب قرار گرفته در صورتی که دلیل اون حالتش صرفا اینه که کافئین مصرف کرده روزای قبل خب مصرف نمیکرده این میشه اون میس یعنی اون تعبیر اشتباه شما از شرایط موجوده احساساتی که در اون لحظه دارید و یه جوری تعبیر میکنید وصلش میکنید به یه منبعی که منبع اصلی اون قضیه نیست این میشه حریف کلیش بعد یه سری آزمایش خیلی جالب روانشناسی انجام دادن روی این موضوع که حالا جلوتر به اون اشاره میکنم کلا این داستان اینکه شما یه نشونه فیزیولوژیکی دارید و یه تعبیر روش میزارید این روز سال 1969 دو نفر توی یه پیپری بس... ا... این دو نفر اسمشون شکنر و سینگر <applause> این دو نفر یه در واقع تئوری رو مطرح میکنن به اسم تو فاکتور تئوری خب چی میگه میگه اون احساسی که شما در لحظه تجربه میکنید نتیجه یه فعالیت فیزیولوژیکی مثلا ضربان قلب تنفس بالا تعریق یا هر چیزی که هست این به علاوه تفسیر شما از اون فعالیته یا در واقع برچسبیه که شما به اون احساستون اون لحظه میزنید مثال میزنم فرض کن داری از خیابون رد میشی یه ماشین میاد با سرعت از کنار رد میشه نزدیک بوده که تصادف کنی ام. اون لحظه زربان قلبت رفته بالا پشمات ریخته <تصفح> آره خب از طرف دیگه فرض کن تو یکی رو میبینی خیلی خوشت میاد دوباره ضربان قلبت میره بالا ام. پس, دی... پس یه فاکتور اون حالت فیزیولوژیکی که اون لحظه داری فاکتور دوم تفسیر تو از اون شرایطه تفسیر تو تو شرایط اول اینه که من نگران و جونم بودم ترسیدم ضربان قلبم رفته بالا تفسیر تو تو شرایط دوم اینه که من از این انسان خوشم اومده ضربان قلبم رفته بالا پس این میشه اون تو, تو فاکتور تیوری که روسینگر میگن احساساتی که ما داریم دو دو تا فاکتور توی اون تاثیر دارن یه دونه اون حالت فیزیکی شماست یه دونه تفسیریه که شما از اون حالت فیزیکی دارید ولی خب حالت فیزیکی میتونه بین احساسات مختلف یکسان باشه <تصفح> <تصفح> آره حالت فیزیکیه مثلا ترس زرمان قلب است ولی تفسیره یه بار مثلا دافو دیدی خوشت اومده یه بار ماشین از کنار آره خوشت. دقیقا همین چیزی که ایمان میگه حالا اومدن یه آزمایش رو انجام دادن این تو فاکتور تیوری از این در اومد یه آزمایش یا انجام دادن میان یه سری آدم میذارن بهشون میگن که ما میخوایم یه ماده رو به شما تزریق کنیم فرض کنیم مثلا یه مثل آدرنالین دارن تزریق میکنن بعد که این ضربان حالت هیجانی و اینا میده ضربان قلب میبره بالا بعد به یه گروهی میگن که داریم چی تزریق میکنیم و اطلاعات درست بهش میدن که این چه حالتی روی بدن تو میذاره به یه گروه نمیگن خب بعد ازشون میپرسن بعد اینکه اون رو تزریق کردن که چه حس و حالی داری و دیدن که این خیلی تاثیر گذاشته توی برداشتشون از اون حس و حال اون گروهی که میدونسته واقعا چی بهش تزریق شده اون گروهی که نمیدونسته یا اون گروهی که بهش اطلاع اشتباه دادن که چی تزریق شده تمام اینا <applause> آره تاثیر داشته روی برداشتشون از اون حس و حال و اون احساسی که در لحظه دارن تصور میکنن این آزمایش ای آزمایشی دیگه انجام دادن آقای استوارت ویلنز خیلی جالبه توی این آزمایشی که انجام دادن یه فردی که آزمایش میشه رو گذاشتن بهش تصویر یه سری حالا زن زیبارو نشون میدن خب بعد از اون ور داره توی گوش این آدم صدای زربان قلب پخش میشه خب بعد اینا فهمیدن که میتونن تصور اون آدم از میزان جذابیت اون عکسی که بهش نشون میدن و با بالا پایین کردن شدت و سرعت این زربان قلب تغییر بدن یعنی منیپولیت کنن اون آدم رو چون میگه که اون لحظه اون آدم یا مغز اون آدم فکر میکنه که این ضربان قلب خودشه پس اگه یه عکس رو بهش نشون بدن زربان قلب مثلا صدای زربان قلب رو ببرم بالا آه. این فکر میکنه که خب من زربان قلب من بیشتر رفته بالا پس لابوت از این آدم بیشتر خوشم میاد این برای به چشم من جذابتره. آره اینطوری میتونم بخورونم به که تو اینه بیشتر دوست داری, سره. حتی اگه مثلا اون آره، حتی اگه ساشونه از داره. آره حالا اصلا آخر اپیزود هم میخوام بهتون ادوایس دیت کردم بدم چه جوری شانس خودتون رو ببرید بالا <تصفح> راهکار داره همه این <تصفح> خب یه واکمن ببرید هر سری با خودتون خب از راحت تر از این چیز هست آره خیلی جالبه دیگه و لزومن هم این نبوده که اون حالا تصویری که بینا می دادن جذاب تر بود احتمالا همشون توی شرایط یکسانی بودن این صرفا با بالا پایین کردن اون ضربان قلب و اینکه اون شخص صدای اون زبان قلبی که میشنید و با ضربان قلب خودش اشتباه میگیره پس فکر میکرد که لابد من از این بیشتر خوشم اومده مثلا اون رو نمره بالاتری به جذابیت اون تصویری که بهش نشون میدادن میداد <تصفح> و اما آزمایش اصلی که امروز میخوام راجعش صحبت کنم یه آزمایش معروفی شاید شنیده باشید سال 1974 بعد انجام دادن ایمان موقع یادشه آقای دانیل داتن اند آرثور ایرن ایرن آره <applause> <تصفح> آره, آره. داتن آره و ایرن. این خیلی باحاله یه آزمایشیه دو گروه مرد حالا عذب یا غیر عذب رو میفرستن روی دو تا پل مختلف یه پل ساسپنشن بریج همین جاست اه. آره آره که یه حالا پلیه که چقدر چند متر از سطح زمین ارتفاع داره ارتفاع خیلی. زیادی از سطح زمین داره پل معلقه بعد مثلا روش که راه میرید اگه آدما زیاد باشن اینو تکون بدن یه مقدار تکون میخوره و اینا یه معلقه سوش... دیگه الان فرض آره خورا. یعنی از روش که رد میشید یه حالت هیجانی ممکنه بهتون دست بده مخصوصا اگه دفعه اول باشه یا مثلا مثل ترس فرهاد از ارتفاد ترس از ارتفاع داشته باشی خیلی اون هیجانتون ممکنه بیشتر باشه یه گروه از اونجا رد کردن یه گروه دیگر رو آوردن از یه پل خیلی حالا خیلی مستحکمه چقدر؟ سی فیت از آره هفتاد بیشتر نباید باشه کم نیست بیشتر آره حالا آره یه گروه دیگر هم میان از یه پل خیلی کوتاه خیلی مستحکمی که اصلا هیچ هیجانی هم توش نیست رد میکنه خب بعد اینا که دارن از این پل رد میشن یه گروه ریسرچر خانوم مثلا جذاب <متحد> میاد با این آدما شروع میکنه صحبت کردن ازشون میخواد که یه پرسشنامه ای رو راجع به یه موضوعی پر کنن <متحد> و همزمان هم بهشون یه عکسی رو نشون میدن ازشون میخوان توصیف و تفسیرشون از اون عکس رو بهشون بگن خب. پس دو تا گروه ها. یه گروه از یه پل خیلی هیجان ولی جفت گروه هایی که در رد میشن خانوماش جذاب بودن آره خاصا احتمالاً شاید یه خانم هاش هم آه. مخلوط بودن گفتی دیگه آه. من دیتیلشو دنبال نکردم آره ولی همه مدل میتونن بوده باشن میشه فهمید دو گروه یه پل خیلی مستحکم یه گروه خیلی آره یه پل خیلی هیجانی رد میشن بعد یه سری سرچر بهشون نزدیک میشن ازشون میخوان که یه پرسشنامه رو پر کنن و یه تصویر رو نشون میدن میگن که اینا رو توصیف کنید برای ما خب بعد آها آه. بعد این خانوما که میرن این پرسشنامه رو میدن آخرشون به این آقایون میگن که شماره تلفنشون رو میدن میگن که اگه هر سوالی چیزی راجع به این موضوع داشتید بعدا با من تماس بگیرید آه. آه, آه خب آره حالا نتایج اینجوریه توی اون گروهی که از روی پل ثابت مستحکم رد شدن 22 نفر بودن کلا که قبول کردن پرسشنامه رو پر کنن بعد از این 22 نفر 16 نفر شماره تلفن رو گرفتن از اون خانم آخر پرسشنامه از این 16 نفر دو نفر زنگ زدن بعدن بله اون گروهی که روی ساسپنشن بریج همینجا بودن که خیلی هیجان برانگیز و ایناه 23 نفر پرسش رو گرفتن اون گروه 22 نفر 18 نفر شماره تلفن گرفتن اون و 16 نفر بود عداد شبیه ولی نه نفر زنگ زدن اونور فقط دو نفر زنگ زده بود قابل توجه آره که این تفسیری که از این اتفاق میکنن آقای بگید داتن و ایرن. ایرن, آره اینه که اون لحظه که این خانم بهشون نزدیک شدن اینا به خاطر هیجانی که به صرف بودن روی اون پل داشتن ضربان قلبشون بالا بوده بیشتر به اینا شدن اینا اشتباه گرفتن اون ضربان قلب رو با میزان علاقه خودشون به اون خانوم و جذابیت اون خانوم بله. ای ای اینو میفهم ولی در اینها یه سوال اگه که آقا مثلا آقا این کار رو میکرد چی؟ یعنی برعکسش بود آره. یعنی خانوم ها از رو پر راحت میشدن آقای حالا این نکرده؟ نکردن نمیدونم نه خیلی آره خیلی بستا جالبه بستا یعنی تو توی یه شرایط فیزیولوژیکی قرار داری که درست نمیتونی تفسیرش کنی این رو با یه چیز دیگه ای اشتباه میگیری به این میگن میس اتریبیوشن اف یعنی اون حالت انگیختگی که داری رو درست تفسیر نمیکنی. کنی با یه چیز دیگه اشتباهش میگیری این اون ادوایسی که راجع دیت کردن بود اینه که شما بخواید مثلا یکی تازه ببرید جایی میتونید ببرید جای خطرناک به جای حالای رستوران شیک خیلی با آرامش اینا با یه جای خطرناک اگه ازت خوشش خوشش اومده باشه اون تشدید میشه تو اون حالت خوش نه ولی من میترسم تو خودت یهو هو مثلا آره مثلا یارو زیادم خوب نباشه ولی تحت شرایط یهو خوشت بیاد من به نظرم تکلیفت با خودت مشخصه بزن شخصیش کنم آره این یک ولی حالا تفسیر دیگه‌ای هم که از این داستان میشه که شاید حالا ما هم تو زندگیمون بتونیم بکنیم اینه که ماها توی شرایط خاص ممکنه آدمای مختلفی رو ببینیم و به واسطه اون شرایط خاصی که ما توش بودیم تفسیر اشتباهی رو از میزان حالا علاقه و در واقع میدونی جذابیتی که اون آدم برای ما داره ممکنه داشته باشیم فرض کنید چه میدونم شما مثلا مهاجرت کردی خیلی حالت تنهایی و غم و قصه داری حالا تو اون موقع یه آدمی رو ببینی یه ذرم تو رو به هیجان بیاره تفسیرت اشتباهه فکر میکنی مثلا این دقیقا همون آدمی که تو نیاز داری هم. یا هر شرایط مختلف خیلی استرس داشته باشی دوباره یکی رو ببینی فلان این هم خیلی بود جالبی از این قضیه است حالا فرهاد مثال شخصیشو بگیر میگن یه چیزی هست که مثلا پسرو میرن هانت میکنن یه کسی که توی <تص> لوئس مومنتش تازه از یه ریلیشنشیپی اومده بیرون داغونه و اینا اینا همونه طرف داغونه مثلا منتالی فکری ذهنی این فقط برای اینکه به هدفش برسه همون لحظه میره دست میذاره روی منده خدا و تا تنور داغه تا تنور داغه همه چیزو میچسبه بفرمایید آره ولی خیلی پدیده جالبیه ازی واسه شو. بگو فراد ببین خیلی الان دارم حال میکنم ما اول زیاد حال نکن رو مبل اون تو جمع دوستان یه راست نه خیلی خرد به داستان من اول رابطه ما اینطوری بود که خب من از کانادا میرفتم ایران و اینا بعد حالا به ما رمزو میخوردیم نمیشد اونقدر بیرون اینا رفت ما مثلا فهمش کتاب خونه بود داشت واسه کنکور اینا آماده میشد و اینا بعد خانوادام در جهر نبودن ما اکثر کارامون قایمکی بود یعنی قراره که میذاشتیم حتی کافی شاپ هم زیاد نمیشد بریم چون مثلا جلفایی که میدونن همه جلفای اسمها یه جایی که همه اصولا میرن یه جای میشه یکی آشنا میبینی راحت میبینی بعد همه هم همون اینا ما هی باید مثلا تو پارک مثلا یه جای عجیب غریب وسط خیابون دو ظهر مثلا گشت میمد رد میشد ما خیلی تو استرس های مختلف بودیم این باعث شد که آره مثلا میخواستیم وسط ظهر یه اه، چیز میگرفتیم از این آب چیزهای چیزای استوایی بود استک آره خیلی اون موقع باحال بود و اینا مثلا وسط ماه بود میرفتیم گوشه پارکینگ فلان اینا یه استکی بخوریم خیلی مثلا مسخره و چیز باشه ولی اون اون حسه که بود و اون یه کسی میتونه در بیاره آه. 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 <laughs> ما مرتب تو استرس و چیز بودیم پس این باعث شده که شما بیشتر علاقه من شاید فکر میکنم این, این چیز بوده این, این مؤثر بوده یه باز نگری بکنیم یادم خاطره افتادم که قبل زبط گفتم از خودم نمیشه اینجا خب برو سر تمام شدی تو انشالله خب برو سر جالب برو من میترسم یه خیلی راحت شد بگه خاطرش نه نجیب نه نمیدونی ساشا نمیذاره خب یکی دیگه هم بگیم دیگه بگو چی اول بحث کارون گفت که اشتباه برداشت میکنیم اون ترم اولی هست که همیشه میگم آخرش که رسید شبای امتحان یه کتاب خونه داره یو اسمش اسمش ایروینگه همه دانشجو میشنسن نه ایرانی میشنسنش او هم میشنسن دیگه آره خب ده. میدونم ایما چی میگه بعد اون بالا پهن میکنن سفره میشینه همه کاری میکنن همه, همه کاری که کار جز درس از درس خوندن ما هم خوب اشتبادی. مثل همه بق... بچه ها شبای امتحان میرفتیم اونجا که مثلا درس بخونیم و واقعا هم سعی میکردیم بخونیم ساعت ده شب به بعد که میشد یه سری دختر مدل مدل که میان واقعا مدل کارمنده شرکت ردبول بودن میمدن می رد می می و خیلی اصلا حالت عجیب بود انگار که مثلا حالت نه که ویکتوریا سیکرت ولی خیلی حالت متفاوت عاشق شدیم نه نه گوش بده اصلا راجب دختره نیست اینا میدن ردبول میدادن خیلی مهربون و مثلا انرژی میدادن و اصلا ده شب به بعد اون <applause> ایروینگ میرفت راه هوا اینا ردبول میدادن خب ما ردبول میخوردیم و اینا بال در میبردیم و همش تو این فکر بودیم که ما از استرس امتحانه <applause> که نمیتونیم بخوابیم تا صبح بیدار میموندیم دیگه این ردبول اثر ردبوله بود آره دقیقا ما همین غر... نمیشد دراز بکشیم آره آفرین چون بالش میبردیم که اون کف عاشق دخترها شده بودی نه دخترای یه... نه میدونن صحنه نه میرفتن چقدر نه دقیقاً دقیقاً همین مثاله هر روزم میاد هنوز هم میه دانشگاه من نمی این بچه قرار ما ده, ده کتاب خونه <applause> اصلا دختر ریدبول معروف هست <applause> خب آره. بله دختر ریدبولی برو تموم شد بله تو اون قسمت تلگرامی که ما افیزودارو رو پخش میکنیم آخر هفته یه چیز اضافه کردیم که میتونن همه کامنت بدن تمام آره بعد الی اصغر کامنت داده بود که کمی سلام. از این از یوتیوب بکن و یه نیم نگاهی به کامنت های تلگرام بنداز من حالا نگاه میکردم ولی باشه از این به بعد اون کامنت ها رو میخونیم چشم با کست باکس امیر اول اپیزود گفتن گفته سلام. بود که به جای سوراخ خرگوش اگه بگیم فیها خالدون فکر کنم همه راحت تریم من به سوراخ ما, ما, ما میگیم دارد. که ناراحت بشیم بله. سراخ در مورد اپیزود قبلی ایمانم 282 نمیدونم اسمشون ننوشتم ولی بله. بود 280 تا اپیزود همون خاطرات گوش دادم این اولین اپیزودی بود که تا تا گوش دادم و وسطش خوابم نبرد همه اپیزود قبلی دیست شد چه قوی بود نمیدونم دوری من کدومه وسط رو نگاه کن دیپلوماسی رو فدا کردن حالا بریم در مورد جالب ها آها آه این جالب بود این خبره ای کم رب داشت به اپیزود آره کارون صحبت کرد در مورد آزمایش چشم و اینها و در مورد خانومیه که تو میشیگن مثلا دم صبح بوده حواسش نبوده اینا میخواسته حالا چشمش ضعیف بوده یا هر چی آن کانتکت لنز داشته لنزای تو چشم داشته و حالا خوش شده بوده چشمش میخواسته اون قطره چشمی که حالا مخصوص اینه که چشم هایدریت کنه اونا بزنه میره سر کیفش خواب آلوده فلان می تو تو چشش چی میچه وقتی بیدار میشه چشم باز نمیشه چسب و چسب ناخون بوده <applause> من اینطوری که تحقیقات میدانی کردم دیدم که این زیاد اتفاق میفته حالا بیشتر هم تو خانوما هست به خاطر اینکه انگار چسب ناخون حالا زیاد استفاده میشه اینقدر دقیق مگه ما چسب ناخون م... آره نه, نه. آره, آره. و... همون همو اندازم هست آه. ایشون این اتفاق میفته و حالا خوشبختانه شوهرش اونجا بوده شروع میکنه داد کشیدن که آره من چشم باز نمیشه و زن بزن آمبولانس و اینا میان و میبرنش و همون بلا فاصله عمل انجام میشه و مجاهد شد که از دست میده اف کورس و در میاد مجاهد در نمیاد دیگه نه نم. میشه ولی کاش اون مشکل اصلی نیست برو بعدی مجاهد <تصفح> میبینه نگا معلومه میبینه آخرش نه شانس آورده بوده به خاطر اینکه لنز داشته او لنز خراب شده آره لنزه یه, یه لیر دیگه بود که محافظتی آره و ولی فکر کنم پلکو چجوری می مگه فیلم اصغر فرهادی آره. که معلومه از مدلی که میگه معلومه پاره خوبی داره میدونی آخ پلکو پلکو اصلا پاره کردن آه. و بعد اصلا چی شده حالا جالب بود این نمیشد چش اذیت هم میکنه چسبو بشوره اسیتون آخه بز میخواد چسبو بشوره اون مایه هایی که بخواه... <تصفح> میخواد میگه اسیتون <اصلا> بز <تصفح> 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 تینر تینر چشتو بعد <تصفح> میگه زیاد اتفاق میفته آره مثلا این نه من من داشتم این خبر که خوندم به مهتابم شیر کردم بعد گفت آره مثلا این منم شنیدم خیلی که اینطوری میشه بین دوستاش و اینا حالا بعد کامنت هایی که زیر خبر اومده بود مثلا خیلی ها جاج شدید کرده بودن که زندگی کردن اینقدر هم سخت نیست و حواستون باشه و اینا ولی خب چیز دیگه آره اشتباه هر کسی کسی که پیش میزنه ولی شبانه ولی اون کارخونه تولید اون چسب چی چی باید یه مدل دیگه تولید کنه یه شیپ عجیبی بهش بده که آدم اشتباه نگیره ببین واقعا شیپش عجیبه من دارم همین چی چی گوریلا گلوه چیه ولی خیلی رقیقه اون میگه چسب ناخونه چسب ناخونه اون چسب میگه اون روی, روی همون هم روی ناخون میزنن حالا چون نپرس چرا میدونم اون اون توی اون 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 <applause> ولی یا کسایی که ناخون خودشون رو بلند میکنن از اون میزن روش که نشکنه ها آره آره ناخون میشه ولی اون چسب خیلی قویه همون اه دیروز بعد استریمم رفتم تو تویشش هم میگشتم و اینا یه خانوی شبیه؟ بودن که... خوب این منو ناخونه آره. اون یه خانوی بودن گفتم من ناخونه خودم گروه رو گلو گل میزنم که نشکنه داشتن همه هم میکرده؟ نه نه اتفاقا نشد نه آش... میشنستم شد آه خب پس ببخش و هم هم نکنه هم که نیستیه خب تو این دیستان. چند هفته هند خیلی اوضاع بدی داشت دیگه به خاطر کرونا اصلا کیس های زیاد و خیلی بد ایران رو سفید کرد حتی تا حدی بود که حالا استان ما فکر میکنم دیگه پروازشو از هند و پاکستان دیگه استوب کردن نمیدونم الان هم هنوز اونطوریه نه فکر نکنم خبری که خوندم در مورد این بود که خب هند حالا میدونیم که مثلا یه در... درصدی از مردم حالا به بگ... گاو خیلی علاقه دارن چیز مذهبی داره براشون و اینها مقدس حالا قبل کرونا هم من ویدیوهای دیده, دیده بودم که با در واقع حالا پهن گاو مردم میرفتن دوش میگرفتن و مثلا از ادرارش استفاده میکردن و اینا الان برای کرونا هم ایج. به خصوص بعد الان که بعد اوضاع بعدی که اتفاق افتاده دوباره یه دسته ای رو آوردن به همون کارو اصلا عکسایی هست که اصلا حالا نمیخوام بتون نشون بدم و حالا مثل روغن و خودمونه دیگه ادرار یعنی شطور هم, هم داشتیم ادرار شطور عین همونه هیچ آره فرقی نداره بعد مثلا خب یارو ادرار شطور میخورد درست. با ماشین شاسی بلند رفت اونجا مقامات هند حالا اون قسمت برای سلامتشون گفته بودم مثلا این نه تنها حال کرونا رو خوب نمیکنه داره یه سری مرضای دیگه هم بهتون میده نکنید و بعد جالب بود که نوشته بود بعضی از دکترها توی هند میان این کار رو انجام میدن که ایمن بشن برن مثلا هم برای دیگه پیشنت های کوویدیو رو درمان نسا. کنن آره. خیلی این هم جالب بود حالا اون ویروسی که میگی اونجا توی هند تریپل میوتنتش رو دارن یعنی سه بار, سه میوتیشن بار کرد میوتیت شده. کرده جهش کرده بعد خیلی مثل که وحشتناکه من خبرش براتون فرستادم داشتم میگفتن که گلوبال کانسر هم میتونه باشه یعنی یعنی این تمام نشده ممکنه واسه یه هایی بزنه یه شاخه جدیدی بیاده ما دو سال دیگه هم از خونه کار کنه، عشق و حال این هفته با منژرم صحبت میکردم میگفت که پدر یا مادر خانم شفته بوده دکتر فامیلیشون و این دکتره در اومده بینا گفته که آقا این واکسن اینا ترک میکنه دکتر فامیلی ترک میکنه شما رو آمریکا میخواد شما رو مثلا ردیابی کنه و مریض میشید و نمیدونن چه. این حرف رو زده و بعد خب به حال شاید وقتی دکترتی حرفی می برحال رو میزنه به هر حال باور دیگه باور میکنه چند سال دکتورت و اینا اینا به گوش این منجر من میرسه و اینا میرن به چیز به اون کالج آف فیزیشن و اینا اطلاع میدن میگن این حواسش نیست بعد میگفت که خیلی سریع اینوستیگیت کردن و ایشون رو ای کمی ساسپند کردن یکم بیشتر دکتر اگه آره, و آره منم خیلی سورپرایز دادم که دکتر بیاد این حرفا بزنه ولی میبینیم که تو همه قشری هست تو این هفته‌ای که نبودیم خب آقای بیل هم از خانم ملیندا جدا شدن و میم خیلی زیاد اومده بود که حالا بیل نشسته پشت کامپیوتر پشت پی داره دخترایی که حالا توشون مایکروچیپ کار رو پیدا میکنه این اینه کدوم <میکرم> ها خوبه کدوم خوبه این ملیندا فهمیدین چیکار کرد خیلی دقیقا بعد اینکه اخ خبر طلاق اومد یک جزیره رنت کرد اجاره کرد شبی 132 هزار دلار خو؟ oh. که بره فقط هم خودش تو مایلنده ما که از همه هواشی و رسانه ها و اینا به دور باشه خب چی میخواد بخوره مثل اینکه سر آشپز و اینا اونجا هستن ولی پس فقط خودش نه 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 یعنی هیچ هیچ به اشتباه گفتم یعنی هیچ توریست دیگه ای نیست تنها کسی که آه. اونجا هست اون... قدم و هشم داره ولی شبیه 132 هزار چیزی نیست <تصفح> یه قرآن مارم میبرد به خدا اگر <تصفح> که من دا اگر دا اگر میدیدمش <تصفح> اصلا ببین من یه گوشه بر آتیش آتی جوش شاید کل بز... کل جزیره رو آتیش میدن به خدا خاک تحویل پیدا تحویل ملیندا بابا ملیندا رو میبردیم چیز میزدیم باش از این دم آتیش به مدار دادی نه نه اصلا نمیخوام باش صحبتم بکنم با مارم میبرد من آن. تا اونجا سمم با چون گوشه <تصفح> <تصفح> میشه زمین تو قسمت باره آقای مارس بار اونجا به قرآن اول میداشتم اون بره بعد ما رو پیاده میکردن و گفتن این مثلا دو در دو برای شما من همونجا اینطوری میخوابیدم سوا بولم شو. آتیش روشم کردم تا شد یه سیک هم به ما میدادن دیگه از اون غذایی که اونجا آروم آروم داره خواستاش بیشتر میشه ولی اینم دومین چیز بود یه خبر بود خبر جدایی این افراد پولدار بود که از هم جدا <سجنگ>, <سجنگ> خیلی خبر ساز میشه <applause> 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 تمام تمام بله خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید مرسی که میرید یوتیوب رو سابسکرایب میکنید ویدیوها رو میبینید کامنت میذارید توی جاهای مختلف ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب اگر که میخوایم بارت مستقیم داشته ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پایم های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیگه برمیگنیم خدافز 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 چقدر خدا 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 دلم تنین شده بود در